و یه دوست خوبی مثل شما، اینکه ما دوست داریم همه جا بریم با آکادمیمون بازی کنیم و من فکر می‌کنم اینجا یکی از بهترین آکادمی‌های لهستانه و ما دوست داشتیم بیایم تجربه کنیم بازی کردن با این تیم. خیلی مهمه اینکه من اصلا ایده‌ای که آکادمی رو به وجود آوردم به این بود که تجربیاتی که توی اروپا به دست آوردم و انتقال بدم به نوجوانای کشورم و کلاً الانم تو باشگاه هامبورگ به عنوان مربی هم دارم همه اون تجربیات رو انتقال میدم با آکادمیم و سعی میکنم که بهشون بفهمونم که فوتبال حرفه‌ای چه خبره، چون خودم سالها بازی کردم و خیلی هم باشون بعضی موقع تمرین میکنم هم باشون صحبت میکنم، تجربیاتمو میذارم در اختیارشون. خب به مقدار فرق میکنه سیستمی که در داخل ایران با اون چیزی که در اروپا آلمان وجود داره. خب ما امکانات آلمان اصلا نداریم ولی از نظر تکنیکی بازیکنامون خیلی خوبن، تالنتای زیادی داریم، چون ما این شانس رو داریم که از همه ایران تالنتا رو جمع کنیم. ولی خب فرهنگا خیلی متفاوته، چون آلمانیا خیلی با نظم، ما خیلی دوست داریم اون نظم و دیسیپلین آلمان رو بیاریم تو آکادمیمون ولی زمان میبره. ولی کلا فلسفه و نگرشمون به آینده اینه که دقیقاً مثل اونا کار کنیم، ولی خب امکاناتمون خیلی کمتر از اوناست. ولی من دوست دارم اون چیزایی که تو آلمان دیدم و تجربه کردم همونا رو انتقال بدم و بریم به همون سو که مثل آلمانیا کار کنیم. خب من خودم دقیقاً اینجوری بودم که از پایین از تیمای پایه اومدم بالا. من 16 سال و نیم تقریبا 17 سالم بود تیم بزرگسالان باشگاه بازی می‌کردم و تمرین کردن خیلی مهمه، تمرین اختصاصی کردن خیلی مهمه، هر کسی تو پست خودش. ما الان اینو داریم تو باشگاهمون اجرا می‌کنیم که هر کسی تو پست خودش باید تمرین اختصاصی بکنه، ایندیویدوال ترنینگ بکنه و خب خواستن اینکه باید حرفه‌ای فکر کنه خیلی کار سختیه، چون ما می‌تونیم فقط از 18 سال بیام، اونم فقط بعد قرارداد حرفه‌ای ببندیم چون خارج EU هستیم، خیلی سخته برامون. ولی اگر کسی میخواد بیاد باید تمرین خیلی خوب بکنه، یعنی تو سن 18 سال که میرسه همه چیزش باید تکمیل باشه، تکنیکی تاکتیکی باید همه چی خیلی خوب باشه تا بتونه بیاد تو اروپا. ما هم سعی میکنیم اینو به بچه‌هامون بفهمونیم که باید تو تا سن 18 سال خیلی فوتبالیست کاملی بشن تا بتونن بیان اروپا. ببینید ما اول اینکه سعی میکنیم که اون کسایی که تالنتن از بیاریم، ولی خب خیلی از نظر شخصیتی باید باشون کار کنیم. اینکه از نظر شخصیتی منظورم اینه که من دوست ندارم از آکادمی من فوتبالیست بیرون بیاد که از نظر اخلاقی بعدا مشکل پیدا کنه. ما خیلی روی این کار میکنیم، روانشناس داریم، چون من خیلی دوست دارم که وقت یه فوتبالیستی باشه که از نظر اخلاقی هم شرایط خوبی داشته باشه. این که ما تو بحث مدرسه بهشون کمک میکنیم، این که بعضی موقع تو جای خیریه میریم که بازیکنامون ببینن، میریم سعی میکنیم که یه حالتی که نه فقط فوتبالیست، یه فوتبالیست انسان، یعنی از نظر اخلاقی هم شرایط خوبی باشه براش، جدا از کار فوتبال، بیرون فوتبال هم سعی میکنیم که آدمای خوبی پرورش بدیم. من به این مسئله خیلی اعتقاد دارم. نه ما اصلا از روز اولم تو آکادمیمون گفتیم که اصلا نتیجه برامون مهم نیست و ما چون تو ایران تقریبا میشه گفت که رقیبی نداریم و همه بازی‌ها رو می‌بریم، اصلا دیگه به کار به نتیجه نمیرسه. ولی تو تورنمنت‌هایی که میایم خب تیم‌های بزرگی هستن، اینکه بچه‌هامون خب سالی یه بار میان، تو یه بارم خودشون دوست دارن که برنده باشن، چون از اون اول یه جوری باهاشون تمرین شده که دوست دارن برنده باشن، بهترین کیفیت رو داشته باشن. ولی اگر ببازن هم برای ما اصلا مهم نیست، چون ما میایم که فقط تجربه به دست بیاریم. ولی در کنار این تجربه بچه‌ها خوبم بازی میکنن و تورنمنت‌ها رو میبرن، ولی هدف اصلی تجربه است که این بچه‌ها با تیم‌های اروپایی هر سال مقایسه بشن تا سن 18 سالگی. اول اینکه من سورپرایز شدم، اصلا دیدم که یه آکادمی با این امکانات، اون تقریبا اون چیزیه که ما تو هامبورگ تقریبا داریم، شاید چند تا زمینم اینجا بیشتره. اینکه واقعا تبریک میگم به مجموعه، خیلی چیز جالب، استادیوم خیلی خوب و ما چون تا حالا با تیم‌های لهستانی بازی نکردیم، شاید این اولین تجربه‌مونه و فقط برای تجربه اومدیم اینکه ببینیم به چه صورته و دوست داریم این همکاری ادامه داشته باشه. اگر حالا بعدها بتونیم تیمو دعوت کنیم ایران بیان پیش ما بازی کنن، ما بیایم و خیلی دوست داریم این همکاری ادامه داشته باشه. ولی هدف فقط این بود که ما بیایم ببینیم از نزدیک، یه تجربه به دست بیاریم و یه آغاز همکاری به وجود بیاد.